سه علم هست در فیزیک که اون چه ملموس و ناملموس هست بیان کرده. یکی قوانین نیوتن هست، سر اسحاق نیوتن. البته این اسحاقش دلیل یهودی بودنش نیست، این مرد یهودی نبود، مسیحی بود. این قانون قوانین نیوتن هست که تا یک جایی عمل میکند، تا اونجایی که به زندگی ما آدم ها مربوط است و نمیدونم طرح کردن هواپیما و موشک و موتورسیکلت و اونجا اونچه متحرک هست و با انجینی کار میکند، حالا هرچه، تا بخش هایی از کهکشان ها و اینها همه نیوتن هست. از نیوتن بزرگتر هیچ کس نبوده. این رو میشود با اطمینان خاطر گفت این مرد عالم اول تاریخ انسان هست، که البته میگوید من بر شانه قوله ها ایستادم و درست گفته. یعنی اگر که قوانین کپلر نمی بود و مکانیک گالیله نمی بود، اینها نیوتن هم نمی بود. میگوید من این که توانستم دوردست ها رو ببینم چون بر شانه دو قول ایستادم که یکیش کپلر باشد یکیش گالیله. عرضم کردم خدمتتون بیشتر. بعد ما وارد یک جهانی میشویم که جهان فوق میکروسکوپی است، یعنی جهان مولکول ها، اتم ها و ریزتر از اتم ها، ساب اتمیک پارتیکلز. اونجا دیگه قانون نیوتن سقوط میکنه. اونجا ما نمیتوانیم قانون نیوتن، مکانیک نیوتن رو به کار ببریم، مثلا برای محاسبه فشار گازها بر جدار. این یک آزمایش تاریخی بوده که دانشمندان درش موندن در محاسبه با کاربرد قوانین نیوتن که سه قانون هست خدمتتون خواهم گفت، نشد. بعد آقای جیمز کلرک مکسول که یکی از بزرگترین مغزهای فیزیک تاریخ هم ایشون هم هست و در واقع بنیانگذار الکتریسیته و مغناطیس هست، تئوری‌هاش ایشون رو آوردن، گفت یک محاسبات دیگری دارد و با ریاضی احتمالات توانست این فشارها رو حساب کنن، گفت قوانین نیوتن اینجا کار نمی‌کنه. چشم انسان متوجه دنیای درون اتم‌ها شد و گفت این علم جدیدی لازم دارد. دو علم با هم پیدا شدن، هر دو هم در آلمان در واقع، یکی کوانتوم مکانیکس بود، کوانتوم فیزیکس، یکی هم نسبیت، نسبیت آقای آلبرت اینشتین، که البته در این باب هم باعثی صحبت کرد. عرض شد که اخیراً از سال 2000 به این سو کتاب ها در آمده است اینها که این اینشتین چیزی از خودش نداشت، هرچه بوده از دیگران گرفته و این بزرگترین، این مرد بزرگترین سارق علم بوده و از این صحبت ها بماند. کتاب ها هست که حتی این فرمول ای مساوی با ام سی اسکوئر رو یک دانشمند ایتالیایی گفته و بسو دوست اینشتین او را از تحقیقات ایتالیا مطلع کرده. دو پرتو ای مساوی با ام سی اسکوئر از اوست و این آقا همه تحقیقات، عرض کنم که پوانکاره و لورنس، که عرض کنم این تایم دیلیشن و اینها از لورنس هست، پوانکاره اساس نسبیت رو ریخته بود اینها، آلبرت اینشتین همه اینا رو جمع کرده. ریاضیات بخش نخستین تئوریش رو همه میدونن گروسمن نوشته، ریاضیات بخش دومش هم دیوید هیلبرت، این فیلد اکویژن از دیوید هیلبرت هست و بعد گفتن که هیلبرت یادداشتش نشانی آقا داده آقای اینشتین، اینشتین از او گرفته و گفته خودم کردم. از این جور داستانا و صحبت ها بسیار هست. اما اونچه نسبیت خوانده می شود که شامل دو قسمت هست که اولش 1905 منتشر کرده، دومش 1916 منتشر کرده، حالا در باب این جزئیات این داستان هم خدمتتون خواهم گفت که داستان چه بوده، هیلبرت که بود، بهسو که بود، گروسمن که بود، اینها چه کار کردن، چه کمک هایی به او کردن و پوانکاره نظراتش چگونه بود و لورنس که اینشتین به او مثل پدر نگاه می کرد، لورنس چه مرد، چه جنتلمن به تمام معنی بود این آقای لورنس، خداوند علم. باری در باب اینا صحبت میکنیم. اما عرض کردم بخش اولش که جنرال تئوری اف ریلیتیویتی در 1905 و اسپیشال تئوری اف ریلیتیویتی، بخشی جنرالش دوم بود اولش اسپیشال بود، اینها آمد و به ما نگاه دیگری به جهان داد که فرض کنید که مکان و زمان که دو پدیده مطلق به حساب می آمدن، یعنی فرض کنید فاصله A و B که می گفتیم همیشه ثابت هست و زمان که برای همیشه ثابت هست، ایشان آمد گفت نه همسان چنین چیزی نیست، هر کره، هر متحرکی زمان خودش رو داره، این نیست که زمان ثابت باشه. و هر شب قبلا هم ثابت شده بود که سرعت نور ثابت هست و به ابزرور مربوط نیست، اینو خدمت اشاره کردم.
و آمد اجرام بزرگ رو نشون داد که چگونه این فضا خم میشه و نور خم میشه. اینا تئوری است که ما امروز استفاده ای نمیبریم از این، جز این که این ساتلایت‌هایی که هستن اگر این موارد اینشتین مورد نظر نگرفته باشه یک اندک خطایی در این جابجایی ساتلایت‌ها هست، اما هنوز استفاده ای در کار روزمره ما چنان تئوری نسبیت ندارد. ما از بام تا شام یا با کوانتوم سر کار داریم یا با نیوتن. کوانتوم، نیوتن و بعد خود کوانتوم هست. کوانتوم تئوری در همین عصر که اوج شهرت اینشتین یا آقای پیدا شد به نام ماکس پلانک آمد و یک فرمولی نوشت و موضوع کوانتا رو به میان انداخت. کوانتا یعنی فرض بر این بود که انرژی به طور پیوسته و دائم و در حال تزاید از این عرض کنم که اجسام گرم متساعد میشه. آقای ماکس پلانک که یکی از بزرگان فیزیک، پدر بزرگ فیزیک آلمان هست واقعا در عصر جدید، اما گفت چنین نیست، این انرژی به صورت بسته بندی های جدا جدا، گفتن پلانک یونیورس رو سیف کرد، یعنی در واقع آرام آرام جذب بشه و آرام آرام هم و یک کانستانتی اختراع کرد و اینا، خیلی مشکلات رو حل کرد. و بعد کوانتوم مکانیک به وجود آمد توسط آقای بور و به خصوص هایزنبرگ که این اصل عدم قطعیتش بسیار کمک کرد، ریاضیاتش هم به کمک آقای ماکس بورن که در آلمان عرض کنم استاد ریاضیات بود، اینا نوشتن. سه علم به وجود آمد، یعنی جهان امروز رو سه علم اداره میکند. یکی قانون نیوتن هست، قوانین نیوتن هست، یکی کوانتوم فیزیک هست، یکی هم نسبیت هست. اینشتین یک مرد فیلسوفی هم بود، او بر این بود که جهان هستی، اون چی ما میبینیم از این عرض کنم ظواهر امور، اینها ظاهر امر هستن، همه چیز به هم پیوسته است. به اینها از نظر فلسفی میگفتن استراکچریست، یعنی یک استراکچری هست که این عرض کنم که تنوعی که ما میبینیم در ظاهر هست بلکه در بطون یک چیز بیشتر نیست. مبتنی بر همین اندیشه اون میگفت که نمیشود که جهان دو تا قانون داشته باشد، جهان یا سه تا قانون داشته باشه، جهان باید یک قانون بیشتر داشته باشه، یک قانون علم یکی بیشتر نیست. بنابراین اصرار غریبی در رد و نفی کوانتوم داشت و عرض کنم که گو این که خود او هم بسیار کمک کرده بود در این داستان فوتو الکتریک افکت. شما میدونید به اینشتین که نوبل دادن مطلق نه اسم تئوری نسبیت رو بردن اونجا و در اون دانشنامه یا اون دیپلمایی که بهشون دادن اونجا هست که میگوید که این آکادمی علوم سوئد، آکادمی نوبل و آقای آلبرت اینشتین به واسطه خدمات درازمدتش به فیزیک ما بهش نوبل میدیم. بیشتر فوتوالکتریک افکت رو در نظر داشتن نه نسبیت رو. باری میگفت که یکی بیشتر نیست و تا آخر عمرم میکوشید که ثابت کنه اینها اشتباه است، یعنی کوانتوم اشتباه است. آخرش هم نتونست ثابت بکنه که اشتباه، هر روز یک ایراد عجیب میگیره به جواب میداد. پالی و هر سبت که هایزنبرگ و اینا چند دانشمند جوان بودن، به اینا میگفتن یانگ ترکس، یانگ ترک های جوان، یادتون هست که انگلیس ها شکست دادن، اینا هم اصطلاحا ورز شوخی میگفتن یانگ ترکس. اینا میدن به جنگ آقای اینشتین به جواب میدادن، اونم باز عقب نشینی میکرد میره یه چیز دیگه اختراع میکرد. تات اکسپریمنت، یه چیزی فکر میکرد میومد و میگفت اگه اینجور باشه چجوری میشه فلان، اونا جواب میدادن باز میره و تا آخر عمرم مشغول این بود که کوانتوم چیز غلطی است اما کوانتوم چیز درستی است. و عمر این بابا تلف شد، مرد به این بزرگی. در تمام دوره بعد از 22-23 سالگی آلبرت اینشتین هیچ تولید فکری نداشته، هیچ، صفر. فقط نوشته بود که رد بکند که کوانتوم غلط هست. اینا روز آخری هم که ما رد کردم یه مش ریاضی نوشته بود که ثابت کنه غلط هست. باری بگذاریم بگریم سر آقای آیزاک نیوتن. نیوتن هر سبت که اینها قرن 17 هستن، کپلر، نیوتن، بسیاری از بزرگان قرن 17 هستن. اونجاست که روشنفکری آغاز شده و ابواب علم اونجا باز شده. تا قرن 16 و اینها هنوز کلیسا چماق به دست داشت، یک کتاب قدیمی بی‌معنی هم به زیر بغل داشت، میگفت که همه علم جهان در اینجاست، شما بپرسید من جواب میدم. سلونی قبل ان تفقدونی، گفتن خب آدم چگونه است؟ داشتم که آدم الان بهت میگم صفحه فلان میاری میخون، میگفت بله این خدا نمیدونم گل سیاه آوردم چی کرد آدم درست کرد، زنرم از نمیدونم دنده چپش آورد و اینا، بعدم اینا گفت مار نمیدونم چی تو باغ بهشت رهاشون کرد و مار اینا رو فرید. از این مهملات واقعا سخنان به در اتاق خواب بچه‌ها دیگه نمیخوره.
علم این بود. یعنی در کشوری وارد می‌شدین جز استثناهای مثل یونان که اصلا اینا از کنم که توحید اونجا نبود، این توحید که آمد از کنم در معرفت هم بسته شد. توحید، توحید که آمد باری قرن 16 هم قرن 17 هم به خصوص عصر ریزن هست، عصر استدلال های عقلی هست، عصر روشنگری هست. حالا بگذاریم نامگذاری ها فرق میکند، اما این چند کشف مهم که شد مردم رو متوجه این امر کرد که پس اینا همه دروغ‌های شاخدار بوده. به خصوص نیوتن که آمد و این سه قانون رو نوشت، یعنی جهان هستی رو توصیف کرد، شرح داد، چند چیز رو به اثبات رسوند. یکی اون که قوانین خدا به زبان ریاضی در صفحه طبیعت تحریر شده، زبان فیزیک، نه زبان هیبرو، نه زبان نمیدونم یونانی و لاتین و عربی و اینجور چیزها. سه قانون نوشت. قانون اول، اگر جسمی ثابت باشد همواره ثابت، اگر متحرک باشد همواره متحرک خواهد بود و حرکت او سرعت ثابت و مستقیم الخط هست. یعنی اگر ما یک جسم رو با این سرعت رها کنیم، هر چه سرعت اولی هست تا ابد این حرکت میکنه، مستقیم میره جلو، مگر اینکه یک نیروی دیگری تداخل کنه، از کنار یک جرمی رد بشه، اون جرم این رو به طرف خودش بکشه. اما تا زمانی که یک فورس خارجی، نیرو خارجی دخالت نکرده، این جسمی که در حال حرکت هست حرکت خواهد کرد و حرکتش مستقیم الخطه. این قانون اولشه. بنابراین اگر چیزی ثابت باشد همواره ثابت، حرکت کند همواره حرکت. قانون دومش رابطه بین نیرو هست، جرم و شتاب. تفاوت هاست بین اکسلریشن یعنی شتاب تا سرعت. خود سرعت با ولاسیتی دو چیز مختلف هست. ولاسیتی دارای جهت است و وکتور برداری است. اگر ما 50 کیلومتر در ساعت از این سو به سو بگردیم، این وکتورها رو با هم عوض کنیم میشه صفر، میشه در واقع ولاسیتی. بعد در قانون دوم میگوید که اگر ما یک نیروی وارد کنیم به یک چیزی، به یک پدیده ای، این به حرکت در میاره. هر چی ما از فورس رو دوباره کنیم، اکسلریشن یا شتاب، دو برابر میشه. اگر جرم رو زیاد کنیم نصف میشه. اینا با هم نسبت عکس دارن و مشهورترین فرمول دنیای فیزیک همین F برابر MA هست، یعنی فورس برابر است با ماس، که البته تفاوت هاست بین ویت یعنی وزن و جرم، دو چیز مختلف هستن. مقدار ماده ای است که بدن ما رو تشکیل میده، اما وزن ما یک نوع فورس، یک نوع نیروست. دو جرم نیوتن پیدا کرد که همدیگر رو جذب میکنن، جاذبه یعنی همین، و نوشت این فورس برابر است با جرم اول ضرب در دوم تقسیم بر مجذور فاصله. و قانون سومش هم این است که عرض کنم هر عملی را عکس العملی است، متشابه و مختلف العلامه. یعنی این که فرض کنی که ما میخوام از یه قایق بپریم بیرون، وقتی بپریم بیرون قایق ما از این بر میپریم، قایق از اون طرف میپره. و بعد این سه قانون که نوشته شد، ایشون آمد و نشست به فکر کردن. یک چیز خیلی خیلی زیبا و جذاب دیگری هم گفت، این داستان سیب که گفت این از درخت میفتد پایین، چگونه است که کره ما نمیفتد پایین؟ چون برابر این فرمولی که خودش کشف کرده بود، ریاضیاتش هم خودش نوشته بود که دو جسم همدیگر رو جذب میکنن که برابر است با جرم اول ضرب در جرم دوم تقسیم بر در واقع مجذور فاصله. پس این کره ماه که بعد زمین خیلی هم از هم دور نیستن و یک جرم عظیمی است، این کره زمین و ماه، اینا باعثی که همدیگر رو جذب کنم، کره ماه باید بخورد به زمین. به این فکر فرو رفت که چگونه پس این نمیخورد به زمین. یک نتیجه بسیار بسیار جالب گرفت به نام نیوتن کانون بال. خب ما اگر برویم بر سر یک کوهی، یک توپی داشته باشیم، ما این گلوله رو شلیک میکنیم با 1000 متر در ثانیه فرض کنیم، میبینیم که یه مقداری میره میفته، 4000 متر در ثانیه. محاسبه کردید اگر ما تقریبا با 8000 متر در ثانیه بتوانیم یک چیز رو شلیک بکنیم، در این یک ثانیه سقوط این به طرف زمین، حالا اون بالا هستیم ها سر کوه، 4.9 متر هست. یعنی در یک ثانیه 8 کیلومتر رفته اما 4.9 سقوط کرده. محاسبه کردید که اگر ما یک چیزی با سرعت 8000 متر بیاندازیم شلیک بکنیم، در این یک ثانیه که این 4.9 سقوط کرده، این در واقع با منحنی زمین این رو جبران کرده،
بنابراین این شروع میکنه حرکتش ادامه دادن، هرگز به زمین نمیرسه. در واقع نتیجه گیریش این بود که کره ما دائم در حال سقوط به زمین هست، هیچ وقت به زمین نمیرسه، به جهتی که سرعتش به قدر کافی هست. اگه سرعتش کم بود بخورد به زمین.